آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمان رد که زخم خانه حافظ قدحی آورده است، کوه و سمرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوستاند که از نسیم نفس سعدی جان پرورد است، همزبانان منند همزبانان منند. گندم گل گندم گل گندم گل گندم، زمینش مال ما زابش مال مردم، گل گندم زمینش مال ما زابش مال مردم، گل گندم. گندم میکاریم همچین و همچون گل گندم، گندم میکاریم همچین و همچون گل گندم، زمینش مال ما زابش مال مردم، گل گندم زمینش مال ما زابش مال مردم، گل گندم. دروش میکنیم همچین و همچون گل گندم، دروش میکنیم همچین و همچون گل گندم، زمینش مال ما زابش مال مردم، گل گندم زمینش مال ما زابش مال مردم، گل گندم. آسیاب میبریم همچین و همچون گل گندم، آسیاب میبریم همچین و همچون گل گندم، زمینش بال ما زابش بال مردم، گل گندم زمینش بال ما زابش بال مردم، گل گندم. آرتش میکنیم همچین و همچون گل گندم، آرتش میکنیم همچین و همچون گل گندم، خمیرش میکنیم همچین و همچون گل گندم، ما نون میپزیم همچین و همچون گل گندم،
زمینش مال مازابش مال مردم گل گندم، زمینش مال مازابش مال مردم گل گندم. ما نون میپزیم همچین و همچون گل گندم، ما نون میپزیم همچین و همچون گل گندم، وقتی میخوریم همچین و همچون گل گندم، زمینش مال ماز آبش مال مردم گل گندم، زمینش مال ماست آبش مال مردم گل گندم. تا 8 سال پیش از این فیل اومد تو شهر ما. آنچه که امروز در خرداد ماه میگذرد تولد بیژن مفید است، اما فقط به این دلیل نیست که من این شعر رو میخونم. هر بار که نگاهی به این مجموعه شخصیت هایی که بیژن در مسیر شهر قصه آفریده بود نگاه مجددی میکنم، من چون هم در نقش شطور بودم که نقل و نقالی میکرد که هنوزم داریم انجام میدیم، و بعد در نقش میمون بودم که رقاصی میکرد و پته آدمای نادرست رو بر آب میریخت، کاری که امروز ما با این دوربین ها داریم میکنیم. بیژن توانسته بود با یک درایت خاصی تمام جامعه رو یک جراحی جدیدی بکنه. در خاطرات یکی از باز بزرگان تئاتر مدرن ایران، الان این گروهی که میخواد دیاکو بیاره براتون ببینید، این گروه در واقع گروه جوانی هستن که بهمن جلوتر من وسط هم و دیگرانی که همینطوری میبینید، محمود استاد محمد که متاسفانه فوت شد، و این گروه و جمیله ندایی که در اون انتها هست، و هر کدوم ما فرخ فرهاد صوفی که فرخ هم در میان ما دیگر نیست، یعنی برای بچه های شهر قصه‌ای که در اون دوره ما با یکدیگر بازی میکردیم اینها بودیم. اون صورت ها تبدیل به این میشن، من اون شطوری هستم که در جلو نشستم، برادر کوچیک من هومن مفید که در اونجاست، و دونه دونه این برای بچه هایی که دارید میبینید تا اون آقا روباهی که الان خود بیژن مفید و بالا سرش جمیله هست رو نگاه میکنید. بیژن توانسته بود با خلق چنین حیواناتی در واقع کاری رو که در مجموعه افسانه های ایران میشد، که ما مثلا خره خراتی میکرد، شطور نمد مالی میکرد، بوزه بزازی میکرد، قرار بر این بودش که ما خاله سوسکر یه سوسک میدونستیم، شطور یک شطور میدونستیم، گاو و یک گاو میدونستیم. بیژن اومده بود در واقع چهره مردمان رو در شخصیات با لباس های خودشون به حیوانات نزدیک کرده بود. یعنی روباه مکاری رو در وجودش داشت، اما لباس این مکاری بر تن یک ملا بود. رمال در واقع خرس بود که داشت رمالی میکرد، اما همون رمالی که باز مرتبه سرکتاب باز میکرد. ولی وقتی که میمدی میمون، میمون همون رقاصی بود که باعث خنده همه میشه، ولی در اینجا یک ذکاوت خاصی داشت. میمون در واقع خود نویسنده بود که با نگاه طنزآلودش همه شخصیت ها رو میدید. در این تصویر، همون تصویر گذشته که داشتی، بیژن رو ما در که این هفته در فردوسی من نوشتم، اگر اون تصویر رو بیارید یا کجا، این تصویر بیژن مفید، فهیمه راستگار و جعفر والیست، اینها حدود سن 20-21-2 سال هستن که با دارن در واقع نمایشی از تنسی ویلیامز بازی میکنن. بیژن در دست چپ تصویر اونطور که شما دارید نگاه میکنید الان، و جعفر والی در اینجا و فهیمه در اینجا. حالا میریم سر همون اون یکی تصویری که از شهر قصه داشتی که میمون وسط داشت میامد و میچرخید. آهان، این تصویر در واقع میمون میاد و این آوازی رو که داره میخونه
و با مردم سر کله میزنه، در واقع تک تک این شخصیت ها رو به معرفی میپردازد. اما آوازی که من براتون امروز خوندم، گندم گل گندم، یک تصویر خیلی مشخصی بود. این رو در دبیرستان برای بچه‌ای که یادشون هست، من اتفاقا در فیسبوک هم دو سه تا از دانش آموزانی که اون روزگار یا من یا استادم بهمن میرفتیم و اینها رو تمرین میدادیم، یک کاری بود، یک گندم گل گندم میخوندن و غیره. ولی بیژن اومده بود از این خردریزایی که ما ریخته بودیم دور استفاده کرده بود و حالا یک مفهوم سیاسی بهش داده بود، مفهوم اجتماعی داده بود. تمام مسیر این گندمی که کاشته میشه تا زمانی که درو میشه، تا زمانی که برداشت میشه، تا زمانی که درو میشه، تا زمانی که میره و خمیر میشه، میره تو نونوایی، نونوایی نون درست میکنه، میاره دست کارگری که در آخرین لحظه هست که نشسته که بخوره، میذاره دهنش، مولای شهر قصه این رو میذاره و بر میداره میبره. و مفهوم قضیه که گندم گل گندم، زمینش مال ماست، آبش مال مردم. یک شب رو صحنه بودم و من این رو با برادر ارشدم داشتیم میخوندیم که اون در یک اشاره گفتش که زمینش مال ما، نفتش مال مردم. ولی امروز نگاه میکنیم میبینیم که حتی اون آبی هم که به این دشت میرسید، اون آب هم مال اینا دیگه نیست. نهایتاً بیژن با یک درایت خاص توانسته بود شهری رو گذشته از تمام زوایایی که ما توش داریم میگذردیم بگوید که در این شهر اگر چیزی که داره تولید میشود آخرش هم باز به دست مذهب از بین میرود. و این پیام کمی نبود، شوخ بیژن رو هرگز به جد نگرفتیم. حالا من برای اینکه این رو بچرخونمش اینور و از این مفهوم استفاده خارج از کشور بکنیم، میخوام بهتون عرض بکنم که در خارج از کشور ما متوجه یک چیز شدیم: نون و آب و زمین و زمانمون از بین رفت. یک چیز ما داریم که این دستمایه است که در تمام شهر قصه وقتی که نگاه میکنی نگرانی بیژن اون فرهنگی است که اگر از بین بره، چه غرب چه عرب، چه غرب چه عرب، به مفهومی که من اینور استفاده کردم در نمایشام، بزنیم ما از بین که بریم، یعنی هویت رفته. و فیل در واقع نمونه و مظهر این بی‌هویتی است که آخر سر، که بار دیگر براتون حتما این برنامه رو میذارم که با صدای بهمن مفید هست و وقتی که میگه همومی های همومی، داس و دلوچم رو بردن، داس و دلوچم جهنم، لنگ و قدیفم رو بردن، معنی دیگری است، روی دیگری این سکه است که در واقع بیژن فریاد میزن. و در تمام آثارش بیژن، بعد از اون که این افتخار من داشتم که در خدمتش کار کردیم با هم، بیژن همیشه فریادش بودش که از نعره شیرها در هراس نباشید، نگران مخفیانه کار کردن موریانه ها باشید، اونهان که زیر بنا را از بین میبرن. و امروز در خارج از کشور آنچه که در توان این برای بچه های فرهنگی است، تلویزیون ها، رادیو ها، این پیامی که فردوسی میدهد، حفظ فرهنگ ایران است. و عجیب آن است که امروز جوان هایی که لهجه پیدا کردن به زبان انگلیسی، همونطور که اونور به زبان عربی اوائل داشتن لهجه پیدا میکردن، اینها توانستن باز مفهوم ایران رو بگیرن و در قالب های خود پیاده کنند که ایران زنده بماند. فرهنگ ایران که زنده بماند، این موریانه ها باید سمزدایی بشوند و بروند. اما فعلا زمینش مال ماست، آبش مال مردم. روزی باید بشه که آب و زمین به معنی آبادی بشود و این آبادی صاحبش خود ما باشیم. خانم آقایون، برای بچه های خارج از کشور با یک اقدام بسیار زیبا با من باشین تا گم نشین.
تو برام عزیزترینی، تو امید آخرینی. من و تو از مال دنیا چی داریم غیر یه رویا؟ چه قشنگه شعر موندن، چه قشنگه فکر فردا. من و تو ای هموطن، ما عاشقونه باید اینجا بخونیم، تنها و تنها واسه ایران فردا، واسه ایران فردا. ایران ایرانم، ایرانم که از تو دارم، این جانم جانم فدایت، میخوانم آینده بادی ایرانم. من و تو از مال دنیا چی داریم غیره خونه؟ خونمون کوچیکه اما لونه یه عشق میمونه. رو درو دیوار خونه می نویسم که بدونی تو برام عزیزترینی، تو امید. چه ساده و چه بیریا، ایران ایرانم ایرانم، نشسته مهرش تو سینه ها، تو سینه من و شما، که دور بریزیم کینه ها، که عاشقونه فریاد بزنیم ایران سرزمین ما. ایران ایرانم، ایران ایرانم، این مفهومی است که بین این برای بچه های جوان ایران الان نگاه کنید. اولا صداها چه قوام یافته است، چه زیباست و چه ترانه رو درست گرفتن. و اون بچه کوچولویی که از ابتدا میخونه منو یاد پرچم به دستای میاندازد که در این پرژن پرید، در این نماد
ایرانی در اونجا میاد برای بچهای کوچولویی که پرچماشون بعد دستشون است، یا من در هیوستن تگزاس بودم سرود ایرانی که توسط این بچه‌ها خونده شد. و خلاصه مطلب آن است که فرزندان آینده ایران، نوجوانای ایران، دل در گرو ایران دارن. ما تازه برای اطلاع این آقایونی که بر سر کار هستن بهتون بگم، یه روزی ما یک اشتباه بسیار بزرگ کردیم و اون است که ایران رو نشناختیم، ندانستیم چی در دستمون هست و متاسفانه امروز از دست دادیمش. ولی یادتون باشه امروز که به دست بیاریمش، به دست میاریمش و محکم نگرش میداریم. این ایران ایرانی نیست که دست چهار نفری که ندونن چه باهاش بکنن از بین بره. ایران مردمان باهوشی دارد، مردمان با استعدادی دارد و اگر امروز در خارج از کشور ندایی هست برای حفظ اون، گروهی میان دور یکدیگر جمع میشن برای که بتونن فعالیتی بکنن، ایران نگه دارن، دلیل دارند. امروز در واقع دیروز هم یک خبری رسید، خبر ناگوار بود ولی خبری است که لااقل شما هم بدانید. استاد سیحون، این مرد بزرگی که در واقع در دنیای معماری و یکی از استادها و پایه‌گذاران دانشکده هنر معماری در ایران بودند و سالیان دراز 93 سال عمر کردند و در این دوران پستی بلندی های بسیار دیدند، اما آنچه که این مرد توانست در این سوی جهان حفظ کند روحیه، عشق و دست به قلم بود. او همیشه این مفهوم قلم زدن رو داشت و وقتی هم که با این سن بالاترش که از ما هممون بزرگتر بود، وقتی که در میان جمع قرار می گرفت شمع مجلس بود. چند سال پیش در اینجا وقتی که تشریف آورده بودند در با عباس جوانمرد به عنوان استاد تئاتر از کانادا اومده بودند، آقای رضا بدیعی در اینجا تشریف داشتند و استاد هم از کانادا تشریف آورده بودند. در یک مجلسی که حسن خیاط باشی، علی پورتاش، علی دوستان هممون در اونجا بودیم، اتفاقی افتاد. این گروه تئاتر دور دیگر جمع شدیم که عباس جوانمرد رو ببینیم، رضا بدیعی رو ببینیم و آقای استاد سیحون رو. میخوام شما رو قدری در این جلسه ببرمتون و با حضور استاد دیگری که ما در این شهر داریم، فرهنگ فرهی، که امیدوارم من بتونم باشون یک صحبتی داشته باشم، در اینجا خواهیم دیدشون. اینها مردانی هستند که ایران رو ساختن، یکی در زمینه تئاتر، دیگری در زمینه سینما و دیگری در زمینه معماری، هنر معماری. خانم آقایون با من باشین تا گم نشین. مخلص عملتون استاد، من تنظیم خصوصی ندارم، اگر اجازه بدید یه خاطره براتون عرض بکنم. این خاطره خودش مثل یه فیلم صداعت میمونه. صحبت سال 1328 1329 در دانشکده هنرهای زیبا بنده دانشیار معماری بودم. یک دانشجویی داشتم بی اندازه بازو و خیلی هنرمند واقعا به نام چماسمانی. بعد ها من شنیدم که یه چماسمانی اینجا در لس آنجلس هست، نمیدونم الان هست یا نیست، در رشته تئاتر هستش اگه تصادف نکرده باشه. چماسمانی اورنج کانتیه. اجازه بده حرفشون تقویم کنه قربان. نه ایشون نیست. ولی خب سنش میخواد. بفرمایید. آقایی که دارم از میکنم اون چماسمانی نیست که آمده اینجا. این چماسمانی خیلی بود. وقتی که پای خاطرات این مردان عظیم ایران که روزگاری در واقع با توش و توانشون توانستن که ایران رو نگه بدارن، من بارها عرض کردم که در دوران هر دو پهلوی، پهلوی اول و پهلوی دوم، ما به اندازه مجموعه کسانی که می آمدن و از خودشون افتخارات کاخ مانندی به وجود می آوردند و ایجاد می کردن نبودیم. اونها
در پی فرهنگ بودن، در پی پشتیبانی از دانشگاه ها بودن، پشتیبانی از کودکان بودن، معلمان، مدارس بیان. ما در پایان دوران پهلوی یک چیزی حدود 10 میلیون دانش آموز و دانشجو داشتیم نسبت به 35 میلیون جمعیت. امروز دانش آموز و دانشجو وجود دارد، ولی وقتی که طفلک ها میان بیرون کاری نداریم بهشون بدیم. مشکل اینجاست. وقتی شما راجع به تورم صحبت میکنید، تورم درجاتی خیلی بدتر از خود تورم مالی است. اگه تورم مالی حل بکنید که بتوانند جامعه ای درست بکنند، حالا آقای دکتر میره سر جاش، وگرنه قرار بود که نکنه. خب چه دانشجویی؟ یعنی یک زمانی داره از بین میره این وسط، در حالی که ما در روزگار ما آن کس که درس میخوند قبل از اینکه درسش تموم بشه کار داشت و دنبال کار میرفت. درسته بعضی وقتا شما میشینید میگین که شما بهترین دوران طلایی رو داشتین. نه، دوران طلایی ما مونده. من به شما قول میدم روزگاری خواهد رسید که ایران در حوزه خودش بهترین کشور جهان بشود، زیرا هم استعداد دارین شماها، هم زمین خوب داریم، هم متاسفانه آبش فعلا مال مردمه، ولی مال ما نیست، باید اون رو به دست بیاریم و چنین خواهد شد. اما اتفاق دیگری که باز در همین زمینه داره میفته، اگر ما سیحون رو از دست میدیم، مهندس سیحون رو در سن 90 سالگی، رضا بدیعی رو چند سال پیش از دست دادیم، رضا فاضلی رو چند سال پیش از دست دادیم، و ولی امروز بچه‌هایی که در واقع با اینها تربیت شدن، پهلوشون زندگی کردن، باهاشون اومدن، مطمئن باشین که آدمای بسیار بسیار خوبی در زمینه فرهنگ و هنر وجود دارن و توانستن که در خارج از کشور این حوزه رو حفظ بکنن. ما به فرهنگ ایران، به پایداری فرهنگ ایران، به عشق ایران زنده ایم. صبح که از خواب بلند میشیم تا شب که میخوابیم. شما ممکنه که برای خودتون تو بگین آقا آخه دیگه این ایران و مردی، حالا بلند شو بیا در ایران. گفتم که گفتش که زنم و در ایران میمونم، اون قصه ای بود. ببینید، مهم این است که امروز کدوممون در کدوم جبهه داریم میجنگیم. شورای ملی ایران در سال گذشته وقتی تأسیس شد، همه به اتفاق آرا به رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، این رأی رو دادن که سخنگوی این سازمان باقی بمونه. من میخوام شما رو در جو سیاسی هم بیارم. جو فرهنگی وجود داشت، جو اجتماعی وجود داره، هنرمندا در حال خواندن هستند، جوانها در حال خواندن هستند. شما باورتون نمیشه، من به کافه ها و به کاباره های شب که سر میزنم به خاطر کاری که دارم، کسانی که در حال رشته کمدی هستند، شبا قراره که مردم بخندونن، اونی که قراره که ساز بزنه، اون که داره ضرب میزنه، اون که داره تار میزنه، در هر سازشون و در هر جمله شون این ایران ما وجود داره. نهایتا اگر روزی شما به جایی میرسیدید که این برای بچه‌ای که خارج از کشور مدن فراموش کردن رفتن شما رو ول کردن، درست بود، ولی امروز اینطور نیست. برای همین وقتی که ایشون شاهزاده رضا پهلوی قدم پیش میذاره، میگه آقا ما میخوایم مجمعی درست بکنیم که سکولار باشه. سکولار به معنی اینه که نه ایدئولوژی خاصی در اون حکومت باشه، نه مذهب خاصی، مردم وجود داشته باشن، هر مذهبی سر جای خودش باشه، هر مکتبی سر جای خودش باشه، ولی مردم زیر قدرت قانون، زیر پرچم، زیر چتر قانون بتونن با یکدیگر زندگی کنن، چنان که ما در اینجا زندگی میکنیم. من بارها عرض کردم در لس آنجلس نهایت کشورهای جهان خواهد بود. ما چندین نوروز داریم، بر عید داریم در آدم‌های مختلف از چینی و هم ژاپنی و غیره و غیره، چندین زبان تدریس میشه اینجا، چندین حرکت داره میشه، مردم هر روز به روز از کشورهای مختلف میان. این کشور کاری کرده است که در رو به سوی همه باز کرده است. نه مشکل مذهب، نه مشکل ایدئولوژی سیاسی چپ راست بالا پایین. حکومت از نظر اقتصادی راه و روش ایجاد میکند، امنیت ایجاد میکند که آزادی متولد بشه. امروز هم نیت این سازمان نه حزب بازی است، نه میخواد که جنگی بکنه، نه میخواهد که به شرایطی به وجود بیاید که اولا که به جهانیان بگوید که در جهان، در ایران ما چه خبره. این سر و صدایی که در داخل ایران هست دیگه نمیتونه خفه بمیشه، در اونجا بمونه، زنی رو نمیدونم سنگسار بکنن، مردی رو بنزن تو این زان، صداش همه جا میپیچه.
دیروز آدمی رو که به عنوان اینکه نم پول دزدیده توی زندان وقتی که شما بدون هیچ اطلاعی میکشین، خب اینو مردم همه میدونن، شکی نیست که قرار بوده که خفه بشه که صداش در نیاد، اینا رو مردم میدونن. نهایتا امروز سازمانی داره به وجود میاد، این مجمعی که به وجود میاد، این شورای ملی ایرانی که به وجود میاد، تلاش دارد میکند که همه گروه ها رو در یک مسیر بیاورد و به روزی برساند که در ایران انتخاباتی بشود که این انتخابات آزاد باشه، به همین سادگی. اما به همین سادگی به یک همچین نقطه‌ای رسیدن الان 2 سال است که مصر رو میبینیم و امروزی که من دارم صحبت میکنم قرار است که 56 میلیون جمعیت برن برای رأی دادن، اجازه رأی دارن. خب در این تعداد دارن میرن رأی بدن به سرنوشت خودشون. ما باید این فرصت رو در ایران ایجاد بکنیم. ایران آغازگر مشروطیت در جهان بود، در جهان شرق زمین. ایران آغازگر در واقع برداشتن مرزهای مذهب در داخل جامعه بود، به وجود آورنده طبقه متوسطه سالم و پویا بود. دانشگاه ها به وجود اومد، جشن ها به وجود اومد، موزه های مختلف به وجود اومد. همین مهندس سیحونی که به جای آن که ساختمون کاخ بسازند، یک ساختمون در ایران ساخته شد و اون میدان شهیاد است و ببینید چقدر زیبا این میدان ساخته شد. و مهندس سیحون مسئول نگهبانی و ترمیم و به وجود آوردن بزرگان ایران مانند خیام و بابا طاهر و فردوسی و چهره حافظ و سعدی بود که برود به ترمیم بپردازد و یا به وجود بیاره که شاهکارهایی که به وجود آوردن سر جای خودش است. نهایتا ما امروز در خارج از کشور پرچمداران آن فرضیه هستیم که جهان آینده جز این نمی رود. جهان آینده نه به مسیح هست، نه به کلیمی هست، نه به مسلمانان. یعنی هیچ قشری نباید که بتواند مردم رو اجباراً بیاره در اینجا. مردم باید در آزادی باشند. این انتخاباتی است که ما داریم. میخوام ببرمتون اول نشون بدم که این مجموعه در هفته آینده در کانادا تشکیل خواهد شد، مجموعه عمومی شورای ملی در هفته آینده در به نظرم 10 یا 11 خرداد خواهد شد و میشود 30 و 31 می در همین ماه. و من امیدوارم که در این مجمع، مجمع بسیار، یعنی چهره هایی که در اینجا میان آدم های عاشقن. وقتی هم که به همدیگه میرسیدیم ما این که توی خانواده بودیم سالها من از امریکا رفتم، اون از پاریس اومده بود، اون از چه میدونم کشورهای اروپایی دور، اروپایی شرقی اومده بودیم، اما همه وقتی به همدیگه میرسیدیم مثل این که سالهاست پلو همدیگه زندگی کردیم. برای اینکه شکل طرز تفکر این است که آقا این بهایی، اون زرتشتی، اون کلیمی، اون مسیحی، اون مسلمان، این وجود وقتی نداشته باشه، وقتی که تو قرار نباشه که چون کردی، اون چون ترکه، اون چون آذریست، اون چون عرب است، اون چون از اهواز است و آبادان است و اون خراسانی است، اگر قرار بشه که این مرزها نباشه ما یک ایران باشیم، ببینید چه اتفاقی میفته. اون وقت گندم گل گندم، زمینش مال ما، آبش مال مردم خواهد شد و این مال مردم بودن است مسئله ما. میخوام ببرمتون به اون مجمعی که سال پیش تشکیل شد. در اونجا به نقل شاهنامه بر روی صحنه با رخصت از شاهزاده جوان پرداختم و حضور رافی دوست عزیز من که در اون مجلس بود، آذری که در اون مجلس بود و چهره های بسیار معتبر ایران پرستی که در اونجا بودن. ایران پرست، ایران رو نه پرستش به معنی پرستشی که زبان خداوندیست و اینها، پرستاری، زیبا کردن، نگهبانی کردن خواهد بود. خانم آقایون میبرم تو به پاریس، سری میزنیم با من باشین تا گم نشین. پس از مرگ بر من کند آفرین. نمیگه صلوات بفرستین برای من، میگه بعد از مرگ بر من آفرین بفرستین. حالا من از شما که در جلسی اولین معلم مدرسه تون رو یادتونه، معلم مدرسه که الف با رو داد، اسمشو بگو. اسم کی؟ شما آقای آموزگار بسیع بودن یا خون بگیم نفتی نباشه رسیم خانم خوش آمه شما سعیدی سیگاری معلم اولی تو الف با رو از اون یاد گرفتی؟ به قرآن هم مثل بحث درست آقای جوانی
خانم مزاری بگو شما اختر خواهی شما بفرم حالا خود شد من نگفتم که رعی بدیم فردوسی دست بلند کردیم اولین معلمی که شروع کرد به الف بای شما دادن از شاهزادهی که در اینجا میشه تا وزیر تا وکیل تا پادشاه فردوسی اولین کلامی که به شما میگه مشکل ترین و سخت ترین چیزی که برای یه بچه باید یاد بکنیم معلم مدرسه ای که منو دست میداد خانم علی قاسمی خانم قاسمی این شاگرد مادر من بود که یکی از مدیران مدارس تهران بود جز اولی مدیران در دوران مدرسه که شما هم در این مدرسه ایشون خواست به من دعویم بده که به مادر من بگه من چقدر خوب معلمی هستم آقا سرویزی کرد از ما که خدا بود یعنی مادر که باره چه دیم این الف 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 روز 500 بار معلف نوشتیم بالاخره بنوشتیم و بعد نون کوچیک و نون بزرگ و یه روز من گفت حالا این علف آقای باکولا رو گذشتی گفتم بعد کلی یه چیز بکشید بیه بلندم چه این چی میشه گفتم آب 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 این آبه گفت این آبه نه همین آبی که تو میخوری گفتم اگه میشه این آخه من دارم این میمیسم اونجا این بچه ایدم شد خلاصه اون یکی نون کوچیک رو بسستیم به نون بلند بعد این نون بغلش میشه چی؟ میشه چی؟ گفت فرده میریم به مامانه این یکی رو میریسی میدیم که به بابا ما رفتیم فرده دادیم دست مادر من این خونده نگاه کرد و به به چه آب خوشگواری مندم این مادر من میتونه اینو بخونه این آب پدر من نگاه کرد و به به این نونه درشته خوش خوشی در اون لحظه این کشف این که این دوتا کلام بغل هم بیاد من وارد یه دنیایی شدم که اگر امروز زبان فرانسه، زبان انگلیسی، زبان ژاپنی بچه‌ها تو ژاپن شعر به زبان فارسی دارن میگن زبان اول سخت‌ترین مرحله بود. حالا یادتونه که وقتی ما این خرچنگ قورباغه‌مون رو می‌نوشتیم زیرش معلمون چی می‌نوشتن؟ چی می‌نوشتن؟ به خرچنگ قورباغه بنده جلالی نبود. این آفرین رو در مسیر تاریخ هزار ساله به پدر زبان فارسی یعنی کی؟ فردوسی فردوسی فرامده خانه بزنی دست برد در باقی آفرینی که شما اول گفتین در مسیر تاریخ مده ولی حالا میخوام ببریم تو در یک جایی از داستان که اینن زمانیست که شما در اینجا میشستی رخصت زمان بهرام شاه است. بهرام یکی از چهره‌های عظیم زیبای قسمت تاریخی شاهنامه است. بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور گرفت بهرام نه آفرین رازتون درستی شما بهرام شاه در خانه در خارج از ایران در خارج از کشور در حال تحصیل در پیش نعمان و منظر پدر در ایران فوت میکنه که پادشاه ایران بهرام وقتی که میاد آقا این ایران بیچاره یک جوری قرار گرفته بود که هر موقع بی سرور میشد از هزار طرف بهش حمله میشد از چین و ماچین و هند و بگیر و برو مثل این روز که از انگلیس و آمریکا برون 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 میامدن اون روز هم اینطوری بود بهرام میاد و میره برای این که بگی که آقا این مملکت باید نجاتش بدیم میگن ما تو رو نمیخواییم برای اینکه از بابات خوشمون نمیاد میگه ای آقا میگه همین که هست بگه هیچ اشکال نداره من هم میخوام جزی از این باشه تو داستان شاهنامه است فکر نکنید من امشب دارم میسازم در داستان شاهنامه است میاد میگه من هم جزی از شما میخوام بیام در این انتخابات شرکت کنم تصور این که دموکراسی از خارج اومده اینا رو میخوام ببرم به 1100 سال پیش در شاهنامه که از 3000 سال پیش خودش داره سخن صد نفر از ایالات و ولایات تمام کشور خودشون رو نامینیت میکنه نامینیت میکنن میان میگن آقا ما میخوام کاندیدا بشیم یه میگن خودشون میخوان نامزد بکنن گفتم نه میخوام این دفعه ازدواج بکنن دیگه از نامزدی گذشت این صد نفر میان و در داستان شاهنامه میگوید که وقتی که بهرام میاد میگه به یک شرط من میام وسط این میدون که وقتی کسی به نهایت رسید اون چارتای آخر بین این دو شیری که در اینجاست تاج رو برداره
شما تصورش رو بکنید که بین این 100 نفری که اومدن در اون نخستین روزها 50 نفر اینا میرن بیرون، تو 50 نفر هنوز بهرام اوله. یه دست برش بزنید که بزنید. بین 50 نفر بعدی شروع میکنن به اینجا چه میکردن؟ باید جنگنده باشه، باید پرنده باشه، باید بتونه سخن بگه، باید بتونه در مقابل سوال و جواب باشه. همه اینا رو میذارن 50 نفر، 25 نفرشون میرن بیرون. بین 25 نفر هنوز بهرام اولی دسته باید. حالا 25 نفر رو شروع میکنن به جنگ و بروک و بیا و سخنهایی که میگفتن از چیستانهای بزرگی که از این سوال میکردن، آن چیست که سیاه هست و آن چیست که سپید هست و هندس به یک دیگر نمیرسند و به دنبال هم همینطوری میدوند، یعنی روز و شب و غیر و غیر رو سوال جواب میکردن. بین این 25 نفر 10 نفر دیگه میرن، 15 نفر دیگه میرن، 4 نفر میمونن که هنوز بهرام نمبر 1 اون هست که دست میدن. حالا فکر شو بکنه که شاهنامه نوشه نمبر 1 خیلی های شاهنامه فقط اینجا میتونی رو بده. بین این 4 نفر که میان، حالا بهرام شاه بس سر سهی به قدرت گرفته میشه، سهی چه بکنین چه نکنین، اینا میان میگن آقا ما لون انداختیم، نمیخوام دیگه با تو نه حریف دستی نه حریف سخن دستی، و قبول کردیم که تو شاه بودی. نه آنچه را که من گفتم بین این دو تا تاج بین این دو شیره صحبت بردارم تا انجام بشه. پیری که در اینجاست میگه آقا ما قبول کردیم که نه، اگر من جانم رو نگذارم که این تاج رو بردارم هرگز از خود نمیتونم بگذرم برای مردم. این قصه شاهنامه است، شاهنامه که به این ترتیب شروع میشه. به نام خداوند جان و خرد کسی برترندیش بر نمگذرد، به نام خداوند کیهان هور، خداوند پیل و خداوند مور. من وسط این قصه که بچه موشه میگم میگه که موشه من یه چیزی در یه کتاب فرنگی خوندم که این از این جمله بالاتر نیست، بهش میگم خب حالا چیه؟ میگه نمیشه که power is knowledge، knowledge is power. گفتم که خب خیلی لطف کرده این دیگه چی گفت؟ با این جمله جهان به هم میخوره. گفتم خانم آقایون در کتاب های فارسی یادتون اون بالا یه جمله نمیشه چی بود؟ حالا با هم میخونیم که این بچه ها یا آینده فکر نکنن اینو که رفتن غرغره کردن 1100 سال پیش اومد اینا آورده ترجمه کرده رفته یه چیز انگلیسی تا زیاد گرفته اومده به من داره میگه این جمله زندگی تو عوض میکنه. توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. توانایی واژه ها رو بدید، توانایی رو در دانایی در تمام مسیر تاریخ رستم میاد، اونم بیر میاد، گودرز میاد، تمام این پهلوانا میان، اما هنوز او توانایی رو در دانایی میدونه. دانایی که امروز یک بچه کوچولی 6-7 ساله میتونه بشینه با انگشت ظریفش روی این کامپیوتر دست بزنه و جهان رو ببینه. و 1100 سال پیش به من تو آموخت که خرد دانایی و توانایی است. شاهنامه‌ای که آغاز میکنند به نام خداوند جان و خرد آماده میکنند آغاز میکنند، نه جان دیدنی است و نه خرد، دانایی به چنگ آوردن خرد است. و امروز من تو در مسیر خرد نشستیم. توانا بود ای وطن، نامت شکوه آمیز و بالا و سترگ، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ،
کوروشت بر قلب ها هموار رهبر بود و هست. حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان. آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر. رخش و شبدیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی. باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور باد. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک از سرچشمه هنر، تنها چه میکنی؟ خون میچکه از چشم تو ای چشمه هنر، گریان چه میکنی؟ ایران غمین مباش، این نیز بگذرد، این فتنه همچو فتنه چنگیز بگذرد. باز شیری ز بیشه پدیدار میشود، روباه حیله ساز گرفتار میشود، بردار میشود، اما به کوریش تاریخ در درون تو تکرار می شود. ایران غمین مباش، این نیز بگذرد. نسل رستم نسل کاوه با درفش کانیان.